آیا گمان میکنی که مرده ها در حیات برزخی میشنوند و سخن نمیکنند؟ نه، بلکه این مسئله اکسیون است. مرده را وقتی که به جنازه کردن میبرند سخن میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که جنازه آماده میشود و مردم آن را بر کتف خود میبردارند و اگر جنازه شخص نیکوکار صالح باشد میگوید مرا زودتر ببرید، مرا زودتر ببرید، و اگر مرده شخصی بد و ناصالح باشد میگوید وای بر من، مرا به کجا میبرید؟ هر چیز به غیر از انسان داد و فریاد او را میشنوند، و اگر انسان های زنده داد و فریاد های مرده ها را بشنوند بیهوش شوند. حدیث با روایت امام بخاری. و مرده پی پای نزدیکان خود را بعد دفن شدن میشنود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر وقتی که بنده را به قبر گذاشته می شود و نزدیکان او از او روی گردانده می روند، شخص مرده پی پای آنها را میشنود. پس دو فرشته آمده نزد او می نشینند و می گویند آیا تو نبودی که در حق محمد صلی الله علیه و سلم می گفتی؟ و اما شخص مؤمن می گوید من گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. پس به او گفته می شود به جایگاهت در دوزخ نظر بکن که الله سبحانه و تعالی بر عوض جایت در جنت دوزخ را به تو عطا کرده است. پس هر دو آن جایگاه را ببینند. حدیث با روایت امام بخاری. و به تحقیق پیامبر صلی الله علیه و سلم به مرده های کافران که جسدهایشان را به چاه در غزوه بدر پرتافته شده بود خطاب کرده گفتند آیا آن وعده الله و رسولش که حق است پیدا کردید؟ زیرا من آن چیزی که الله و حق وعده داده است پیدا کردم. عمر ابن خطاب رضی الله عنه گفت ای رسول الله، چگونه شما به جسدهایی که روح ندارد سخن میکنید؟ فرمودند شما از آنها دیده بیشتر سخن مرا نشنیدید. یعنی شنیدن آنها به مثل شنیدن شما است، لیکن آنها نمیتوانند به سوال من جواب بدهند. حدیث با روایت امام بخاری. البته سخن را به آنها الله سبحانه و تعالی می رساند و آنها می شنوند. پس در اصل مرده ها نمی شنوند مگر چیزی که به آن دلیل وارد شده باشد. الله سبحانه و تعالی فرمود و تو کسی را که در قبر باشد شنواننده نیستی. سوره فاطر آیت 22. و به تحقیق مرده سلام را می شنود و جواب آن را می گرداند، همچنانه که در بعضی اثرها آن ذکر شده است و آن را نیز جمع علما ذکر کردن. لیکن از مرده طلب خواهش و طلب یاری کردن باید ما حذر بکنیم که این شرک به الله سبحانه و تعالی است. ابن قیم رحمه الله درباره شرک اکبر و نوعهای آن سخن کرده چنین گفت طلب حاجت ها از مرده ها و طلب یاری از آنها این اصل شرک عالم است. پس مرده که مالک ضررها و یا منفعت ها نیست، حتی به نفس خود فایده رسانیده نمیتواند، از چگونه از مرده طلب یاری و یا قضای حاجت کرده می شود؟ کتاب مدارج السالکین جلد 1 صفحه 353. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود اگر آنها را بخوانید خواندن شما را نمی شنوند و اگر مثلا بشنوند گفته هایتان را قبول نمی کنند و روز قیامت شریک مقرر کردن شما را منکر می شوند و هیچ کس مانند الله دانا تو را خبر ندهد. سوره فاطر آیه 14.